سلام دوستای عزیز کانال بانی با سلیقه، به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم شربت خاک شیر با همدیگه درست بکنیم. من سال گذشته 4 مدل شربت رنگارنگ درست کردم، منتها چند نکته رو دوستان خیلی سوال داشتم و گفتم دوباره شربت خاک شیر درست بکنم. یکی از سوالاتی که خیلی پرسیده بودن راجع به شستن خاک شیر بود که اینکه چجوری بشوریم، الان من نشون میدم. و اینکه راجع به شربتش هم سوال کرده بودن چجوری درست بکنیم شربت زعفرونی که داخل خاک شیر می‌ریزن، اون هم امروز توضیح میدم. خب حالا میریم سراغ درست کردن و آماده کردن خاک شیر. اینها دونه های خاک شیر هست. به ازای هر نفر یه قاشق غذاخوری خاک شیر ما می‌ریزیم، یعنی هر چند لیوان می‌خواید درست بکنیم باید یه قاشق غذاخوری بریزیم. این هم تخم شربتی هست. تخم شربتی شستنش راحت از خاک شیره، گرد و خاک و آشغال کمتری داره. و اینکه بخواین بریزین باید یه قاشق چای خوری بریزین، چون وقتی که توی آب خیس میکنین بیشتر میشه تخم شربتی. خب اول میریم سراغ شستن خاک شیر. یه ظرف بزرگی رو برمیداریم، خاک شیر رو میریزیم توش و 3 تا 4 تا لیوان آب میریزیم، خاک شیرها رو خیس میکنیم. خب نیم ساعت صبر میکنم تا این خاک شیر سنگهاش و آشغالاش تهنشین بشه و بعد دوباره داخل ظرف دیگه میریزم. شستن خاک شیر خیلی مهم هست، به این دلیل که اگر آشغال و گرد و خاک بمونه داخل خاک شیر، شما شربت درست میکنین مزه بدی میده و اینکه یکی دو روز بمونه خیلی بوی بدی هم میگیره. پس خاکشیر رو باید خیلی تمیز بشوریم. بستگی البته به خاکشیر شما هم داره. بعضی از خاکشیرهایی که از مغازه ها میگیریم خیلی تمیز هست و نیاز به شستشوی زیاد نداره. پس خاکشیری که از مغازه میگیریم دقت بکنیم که تمیز باشه، خیلی آشغال و اینا نداشته باشه. تخم شربتیمون رو خیس میکنیم. تخم شربتی با یه بار خیس کردن تمیز میشه، خیلی آشغال نداره. تو این فاصله که اینها خیس میخوره ما میریم شربت زعفرونیشو درست کنیم. خب میریم سراغ درست کردن شربت زعفرونی. 2 پیمونه شکر داریم. هر چقدر خاک شیر دارین شکر 2 برابر اون میشه. از شکر قهوه‌ای هم میتونین استفاده کنین یا از عسل هم میتونین استفاده بکنین. آب هم 1 پیمونه. خب شکر و آب رو میذاریم روی حرارت تا شکر توی آب حل بشه. گلاب 1/2 پیمونه، آب لیمو و زعفرون هم وقتی که اینها جوش اومد اضافه میکنیم. خب شکر که حل شد، گلاب، آب لیمو و زعفرون رو میریزیم. پنج الی 6 دقیقه بمونه کافی هست، زیاد نذاریم بمونه که عطر و طعم گلاب و زعفرونتون بپره. 5 دقیقه که موند کافی خاموش کنه. اگر میخواین غلیظ باشه شربتتون و وقتی که میریزین داخل لیوان با آب قاطی نشه، بذارین حسابی غلیظتر باشه و سفت باشه. خب بعد از اینکه اینطوری تهنشین شد خاک شیرامون، اینا روشو میریزیم بیرون و دوباره از آب پر میکنیم. خب چندین بار این کار رو تکرار میکنیم. خاک شیر رو بین 2 تا ظرف، از این ظرف میزیم به اون ظرف، از اون ظرف هم به این ظرف. ببینین این سنگای تهش رو نباید بریزین. وقتی که اینطوری میچرخونین مشخص میشه. این سنگا تهش تهنشین میشه. آب رو میریزیم و این رو دیگه میریزیم بیرون، چون این همش سنگ هستش. چند بار باید این مرحله رو تکرار بکنیم که همه سنگاش رو بریزیم بیرون که سنگ ها قاطی شربتمون نشه. تخم شربتی هم 1 بار کافیه، نیازی نیست چند بار بشوریم، با 1 بار تمیز میشه. خب دوستان اگر حوصله‌تون نمیکشه هر روز این همه خاک شیر رو بشورین، میتونین توی قالب‌های یخ بریزین.
خاکشیرها رو آبش رو خالی کنیم، خود خاکشیر رو که شستیم داخل قالب های یخ بریزیم و خیلی راحت هر موقع خواستین یه دونه از یخچال در بیاریم و استفاده بکنیم. دوستای عزیز، این خاکشیر ماست که شستیم و این هم خاکشیر و تخم شربتی هایی هستش که گفتم میتونین توی قالب بریزین. خاکشیر هم میریزیم. اگر شربتتون مثل من یه خورده غلظتش زیاد باشه، شربت زعفرونیتون وقتی که آب میریزین آب و شربت با هم قاطی نمیشن. اگه خواستین طوری زعفرونش ته باشه یه خورده غلظتش رو بیشتر بکنین. دوستان عزیز کانال بانی با سلیقه، این هم از شربت خاکشیر ما، امیدوارم درست بکنیم و نوش جان بکنین. تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار.